سلام خدمت دوستان، این برنامه جدیدی هستش از مجموعه روایت یک کتاب که هر هفته ما با همکاری شهر کتاب الف و مؤسسه انسانشناسی و فرهنگ اجرا میکنیم و هر هفته من یک کتاب رو در زمینه های مربوط به علوم اجتماعی و انسانی معرفی میکنم و سعی میکنم که این کتاب ها بیشتر کتاب های بین رشته ای باشه و کتاب هایی باشه که واقعا ارزشمند هستن در این بازار بزرگی که از کتاب ما داریم و اغلب کتاب هایی هستند که فاقد ارزش هستند. به نظر من این کتاب ها خونده باید بشه، میتونید اونها رو حفظ کنید، مطمئن باشید که این کتاب ها کهنه نمیشه و ارزشمند است. من سعی میکنم که روی این نکات به اصطلاح تاکید داشته باشم و اینکه بیشتر میزان از مخاطبان بتونن از اونها استفاده بکنن. بعضی از اینها کتابهایی هستش که به دلیل اینکه در حوزه‌های خیلی تخصصی منتشر میشه یا ناشران خاصی اونها رو منتشر میکنن، ناشران کوچکتری یا ناشران تخصصی اونها رو منتشر میکنن، دیده نمیشه و به همین جهت هم من سعی میکنم که این کتاب ها رو در اولویت قرار بدم به نسبت ناشران بزرگ. خب کتابی که این هفته انتخاب کردم که اون رو خدمتتون معرفی کنم کتاب مستند الف، ببخشید مستند الف، سه روایت و یک مقدمه است که این مستند و این کتاب روایت ساختن فیلم الف است که میدونید که از معروفترین فیلم های تاریخ مردم شناسی است و تاریخ انسان شناسی هستش. مریان کوپر این فیلم رو ساخت و این یکی از اولین فیلم هایی هستش که حالا اگه نگیم اولین فیلم ولی به هر حال مهمترین فیلمی است که برای اولین بار از به اصطلاح کوچه عشایر در ایران تهیه شده. و خب این کتاب، اول به مشخصاتش بگم، کتاب رو نشون میدم به شما، مستند الف که با عنوان مستند الف سه روایت و یک مقدمه انتشارات آوند دانش هست، نوشته مریان کالدویل کوپر، مارگریت التون هریسون و ارنست بومان شوتسک، که این کتاب رو آقای دکتر احمد الستی ترجمه کردن و همطور گفتم در انتشارات آوندانش منتشر شده در خط خشتی بزرگ و در پاییز 1394 به چاپ رسیده. و این کتاب شامل فکر میکنم نزدیک به 290 صفحه هستش، 290 صفحه هست، بله درسته چون شماره خیلی ریز خورده، 290 صفحه هست که انتهای کتاب یک نمایه بسیار خوب منتشر شده که میتونه بسیار بسیار کاربردی باشه. کتاب همچنین عکس های بسیار زیادی داره، البته عکس های سیاه‌سفید هست و روی کاغذ معمولی چاپ شده، ولی عکس های ارزشمندی هست که به نظر من میتونه مورد استفاده قرار بگیره. مستند الف برای اکثر کسانی که در به اصطلاح مردم شناسی و انسان شناسی کار کردن یا علاقمند بودن به خصوص به مطالعات عشایری و به خصوص به فیلمسازی و انسانشناسی تصویری و فیلمسازی مستند،
بسیار شناخته شده هستش. بسیار بسیار از این صحبت میکنن، همیشه به عنوان نخستین کار مهمی که انجام گرفته، مستندی بوده که در سالهای ابتدای قرن ساخته شده، قرن مسیحی من منظورم هستش، و سازنده خانم مریان کالورت کوپر هست که از 1893 تا 1973 زندگی میکرد و در سال 1956، یعنی میشه 1335، با گروه زیادی از به اصطلاح متخصصین فیلمسازی به ایران میاد و از کوچ یکی از اشاعر بختیاری فیلم میسازه. و همطور که در ابتدا در مقدمه کتاب ذکر شده، مریان کوپر و تیمش تمام مسیر رو که این به اصطلاح ایل طی میکنه همراه اون میرن و 23 روز فیلم برداری طول میکشه و اینها تو این گروه اینا 40 روز در ایران میمونن. این مستند صامت هست و خودش یک عاملی میشه در اولا شناخت عشایر برای تمام نسلهای بعدی و یکی از به اصطلاح منابع اصلی میشه برای مطالعات عشایری و به خصوص بعدا یک به اصطلاح انگیزه میشه برای ساختن فیلم های عشایری بسیار زیاد و عکس برداری عشایری که ما در ایران شاهدش بودیم. و در اینجا حتما لازمه که به دو مورد من اشاره کنم. یکی فیلم تاراس هست که با فاصله بسیار زیاد در حدود بگم کنم 30-40 سال پیش آقای ورهرام ساختن و همون مسیر رو دو مرتبه طی کردن با اونیل و فیلم برداری کردن و ما میتونیم تفاوت رو ببینیم، تفاوت هایی که در طول این 30-40 سال اتفاق افتاده. و مستند جدید که الان اسمش تو ذهنم نیست ولی در همین جشنواره فجر به نمایش در اومد که باز آقای ورهرام رفتن به سراغ همون ایل و همون منطقه عشایری و که با کسانی که در اون موقع برخشون کودک بودن، برخشون افراد جوانی بودن و حالا تبدیل شدن به پیرمردها و پیرزنهایی که در اونجا هستند گفتگو کردند که بسیار جالب است. کسی که من میتونم بگم بیش از همه مستندسازی که بیش از همه نزدیک بوده به این فیلم و اون رو دنبال میکرده و میشه در امتداد مستند علف قرارش داد، فرهاد ورهرام هست که از دوستان ما هستش، مستندساز پیشکسوت و مستندسازی که از دوره دانشکده علوم اجتماعی پیش از انقلاب، دوره که هنوز به اصطلاح مؤسسه مطالعات اجتماعی فقط بود و با مرحوم نادر افشار نادری کار رو شروع کرد و بعد ادامه داده تا امروز و یکی از بهترین مستندسازانی است که حوزه تخصصیش حوزه تخصصی غیر شهری است، هرچند در شهر هم و موضوعات شهری هم فیلم های زیادی آقای ورهرام ساختن و عضو شورای عالی انسانشناسی و فرهنگ هم هستند. و خب این کتاب رو آقای احمد الستی ترجمه کردن که خودشون استاد دانشگاه هستن در رشته انسانشناسی تصویری و فیلم مستند و بنابراین مترجم کتاب مثل نویسنده ها که بیشتر نوشته هاشون حالت گزارشی داره از این کاری که انجام دادن و مسیری که رفتن و اشاره به این که در طول این مسیر
چه اتفاقاتی براشون افتاده و این اشاره خیلی خیلی دقیق است. یعنی ما در فصل اول تا بعد از مقدمه که در حقیقت نشون میده چه جوری آماده سازی میشه برای که بشه فیلم برداری کرد، که خود این بسیار بسیار جالبه که چطور اینها وارد مذاکره میشن با اون ایل، موافقتشون رو جذب میکنن که چطور فیلم برداری کنن و غیره. بعد از اینها به اصطلاح ما با چندین فصل روبرو هستیم که این فصول بسیار جالب است که به ترتیب تاریخ از 30 مارس 1924 شروع شده و ما میبینیم که همجور که فصول میرن جلو 31 مارس، اول آوریل، 2 آوریل، 8 آوریل، 9 آوریل همینطور میاد جلو و تا 30 ماه پیش میره و اینها در هر یک از پایگاه‌هایی است که توقف انجام میگرفته، اتفاقات خاصی میافتاده و غیره، کاملا اینها توضیح داده میشن، با دقت توضیح داده میشن که ایل چطور حرکت میکنه، به مسیر چطور طی میشه، مشکلاتی که در طول مسیر است. ما برای اولین بار میتونیم بگیم مثلا شاید مردم اکثریت مردم ایران اصلا آشنا میشن با زندگی عشایری و سختی که در زندگی عشایری وجود داره. البته در این فیلم هنوز ما با یک تیپی از رمانتیسم روبرو هستیم، هنوز ما اونطور واقعا نمیتونیم درک بکنیم که زندگی عشایری چقدر زندگی سختی هستش. من فکر کنم که ما این رو خیلی بهتر میتونیم در بعضی از فیلم های مستندی که حتی همون زمان نه با فاصله زیادی مثل فیلم بلوط که خود نادر افشار نادری ساخت ببینیم که سختی زندگی عشایری تا چه حدی هستش. ولی بعداً با فیلم هایی که دیگه آقای ورهرام میسازه ما این رو کاملا میتونیم یک دیدگاه عینی نسبت به این قضیه پیدا کنیم. به همین جهت است که من پیشنهاد میکنم که حتما دوستانی که علاقمند هستن چه در حوزه غیر شهری و به خصوص حوزه عشایری کار کنن و به خصوص کسانی که مایل هستند که کار تصویری انجام بدن، احساسشناسی تصویری غیر شهری به خصوص بخوان انجام بدن، این کتاب رو مطالعه کنن. ولی حتی کسانی که بخوان کار انسانشناسی تصویری درون شهر رو هم انجام بدن، براشون کتاب میتونه بسیار بسیار مفید باشه و دقیقا ببینند که چطور یک فیلمساز باید خودش رو با موضوعی که در مورد اون داره کار میکنه انطباق بده تا بتونه ازش یک کار درخشان در بیاره که بیش از 60 سال از اون گذشته ولی هنوز معتبر، مستند علف که میان کوپر اون رو ساخته. توصیه میکنم حتما دو فیلم دیگه که گفتم بهتون رو که آقای ورهرام ساختن به سادگی میتونید پیدا کنید، اونها رو هم مطالعه کنید و نوشته هایی که آقای ورهرام هم داشتن در مورد این فیلم و جلسات زیادی که ما داشتیم، از جمله در خانه هنرمندان هم ما یک جلسه داشتیم با حضور آقای اصلانی و آقای الستی در مورد همین مستند که این رو میتونید روی وبگاه ما و کانال های تلگرامیمون پیدا بکنید. یه بار دیگه من مشخصات رو میگم و بحث رو در اینجا تمام میکنم. مستند علف، ببخشید من اشتباه میکنم همش، مستند علف 3 روایت و 1 مقدمه نوشته مریان کوپر و دیگران، گردآوری، ترجمه و 1 مقدمه از دکتر احمد الستی که انتشارات آوند دانش اون رو منتشر کرده و در اختیار شما هست. از شما تشکر میکنم و امیدوارم که در هفته آینده با کتاب دیگه ای در خدمتتون باشم. یک بار دیگه هم جلد کتاب رو نشونتون میدم که امیدوارم بتونید اون رو تهیه کنید و از اون استفاده کنید. یکی از بهترین کتاب هایی است که من میتونم در زمینه فیلم مستند معرفی بکنم. بسیار ممنون.